تلاش برای ساختن سرپناهی دوباره. سیلاب‌های اخیر در ولایت غور تمام دار و ندار محمد عیاض، یکی از باشندگان این ولایت را با خود برده است. او تلاش می‌کند تا با دستان خالی سرپناهی دوباره بسازد. سیل دیگه بیامده دیگه همه چیز خراب کرده. زرنگی سیکری دیشتم در اینجا ببرده خانه رو تخریب کرده. دیگه دولت هم دیگه مستم بالاخره یک خیمه داده یک 22,000 پول. دیگه خلاص. چندان هم کمپر این هم تایی سایی داده دیگه خلاص. دیگه این همه چیز دیگه خراب کرده. دیگه چاو مثال درخت و گراج خانه هم و همه تو پاک کرده که یک ما میشه هرچی میزنیم جای یک خانه درست نمیشه ما بشیم. بالاخره درخواست میدیم که یک کمک ممک از طرق دولت یا از طرق مؤسسه یک کم پول مولی بیتیم تا ما خانه ما درست کنیم. برخی دیگری از خانواده های سیلاب زده غور که آسیب های جدی دیدند از روند کمک رسانی توسط دولت و نهادهای امداد رسان شکایت می کنند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. وقتی که سیل بیامد جزوله شد ما در کار را بگرفتیم، فرار کردیم. ما او نداریم بخوریم، نون نداریم بخوریم. روزانه از گرمی و خیمه دور رفته نمیشه، شبانه از خونه که دور رفته نمیشه. ما خونو که ما هم در اینجا میگردیم، پدرم سر فلکه کار مینه، کار ما رو مسر نمیشه. ما را سیل ویرانه ایتا ویرانه ساخته. ما همیتا داخل خانه شدیم که بارون درمد، که موقعی که بارون درمد هم یک دفعه تفلک برسید که همی پشت سر ما بخید بیزی سیل ندیده بودیم. بیومد که پشت سر خانه و همی امر خود همیتا جره که به نظرم بیومد که یعنی بخید بسیار بشدناک همی خورد کتب بر بندان. یک دفعه نظر من داخل سرای بفتاد که اونو سینر داره. گفتم بابا اینا همین زن باشن حرکت کردن، همه باشد زده ای تو باشد بر شد که نظر میاد که همیشه ما خودم مرد بودم، به نظر میاد سیلی تو کشم مینه به همین طرف، همه در کور بشید که به همون طرف خور بکشید. بسیار باشد ناگین اول فیلن انجینر صاحب بر فیلن اول فیلن ما سیاسر هم اولاد هم که اول فیلن شو بکنن خدا شاید که انده خود خود آزاد میشن و قیق میکشن اول. از این بختی که سیلاب که تیر شده که مدتی بازم خیمه رو که با ما بدادن باز این نمی مثلا تفلکای ما داخل خیمه که از شوا سرد میشه، روزا بسیار گرم میشه، تفلکای ما از تاثیر گرمی همین مریض میشن، اسهال میشن، وضعیت رو گنده میشه. ما هر روز شفاخانه هر روز اینم تفلکار ببره بیار، پول پیسه ما نداریم از کی که قرض بکنیم از کی نکنیم. مثلا اینمی خواهش مندیم که ما یک سایه سری برای ما جور شد، مثلا خانه ما جور شد. و منتظر یزی هستیم که مثلا امارات اسلامی یا دولت جامعه جهانی یا سازمان بین المللی با ما کمک همکاری کند و ما یک سرپناهی با ما پیدا شود که ما بتونیم که مثلا همین زندگی خود پیش بریم. از سوی هم مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ غور کمک های توزیع شده را برای آسیب دیدگان سیلاب های این ولایت اندک می دانند و بر کمک های بیشتر تاکید دارند. نزدیک به دو ماه می شه که از سیلاب های اخیر در ولایت غور مردم تا فعلا هم مشکلاتی دارند، تا فعلا سرپناه و اونها کامل داده نشده و اکثر ولسوالی ها که راهشان مسدود بوده مجاهدین تا فعلا توانستند که راه های ولسوالی ها را خلاص کنن و بروی ترافیک باز کنن و همچنین شورای عمومی که شورای عمومی غور و هرات مسدود بوده مجاهدین کوشش کردن توانستن که نمی شورای عمومی بروی مردم باز کنن و بعضی قریه ها تافلا هم راهشان مسدود است که موتر به قریه ها رفته نمیتونه که مجاهدین کمک ببرن. واقعا هم کمک هایی که صورت گرفته کمک ها اندک است و کمک ها بسنده نیست، مردم مشکلات زیاد دارن. چون یک شخص که خانه خود از دست داده، خانه او تخریب شده، زمینای او کاملا تخریب شده و این کمک‌هایی هم که شده اینا بسیار اندک است، اینا کفایت کننده نیست. این در حال است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت، روز گذشته برای رسیدگی به سیلاب زدگان غور به این ولایت سفر کرده و در نشست با مردم و مسئولان محلی بر توزیع کمک‌های بیشتر به آسیب دیدگان سیلاب‌ها خبر داده است. و به شما اطمینان می دهیم که علاوه بر کمک گذشته به مردم آسیب دیده، کمک های دیگری نیز انجام خواهد شد و در این راستای کمیته پوکلاده ای را ایجاد کرده ایم که شبانه روزی در حال فعالیت هستند. به شما اطمینان می دهیم که امارت اسلامی تا حل مشکلات موجود و بازگشت زندگی براوال عادی در کنار شما هستیم. سیلاب های اخیر در این ولایت
در کنار خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی، همچنان هزاران جریب زمین زراعتی، باغ‌های مسمر و غیر مسمر و صدها پل و پلچک را نیز ویران کرده است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.